سلام دوستان، من لارا هستم. به کانال من خوش اومدین. امروز میخواییم با هم دیگه این گل و این برگ زیبا رو آموزش بدیم. من خودم قراره با این گل براتون یک آموزش عالی بیارم، آموزش یک مدل گل سر. پیشنهاد میکنم این آموزش رو از دست. برای این آموزش من از نخه قلاب بافی استفاده میکنم و قلاب فلزی شماره 5. برای شروع ما نیاز داریم یک حلقه جادویی بزنیم. به همین راحتی قلاب رو رد میکنم و داخل حلقه نخ رو میکشم بیرون. حلقمون درست شد. 5 تا زنجیره میزنم. و یک پای بلند داخل حلقه جادویی. خب از این بعد 2 تا زنجیره میزنم و یک پای بلند. این کار رو 4 بار تکرار میکنم. 2 تا زنجیره میزنم و یک پای بلند. حالا حلقمون رو جمع میکنم حلقه رو جمع میکنم 2 تا زنجیره میزنم و یک بست به اولین بافت، به زنجیره سوم. اگه دقت کنید ما 6 تا جای خالی داریم اینجا که میخوایم تو هر کدوم یک گل برگ ببافیم. خب یک زنجیره میزنم و یک داخل جای خالی اول یک پای کوتاه، یک زنجیره و 3 تا پای بلند. 1 2 3. حالا یه زنجیره و 1 حالا میریم جای خالی بعدی. 1 پای کوتاه میزنم. 1 زنجیره و 3 تا پای بلند. و 1 زنجیره 1 پای کوتاه. به همین صورت 4 تا گل برگ دیگر هم میبافم. اگه دوست دارید آموزش های رایگان ما رو از دست ندید، میتونید دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید که هر موقع ویدیوی جدید گذاشتیم شما هم با خبر بشید. 6 تا گلبرگ رو بافتم. حالا
یک بست میزنم به اولین بافتم در این ردیف. خب بست زدم، حالا میخوام ردیف دیگه گلبرگ ها رو ببافم. برای این کار یک زنجیره میزنم. خب برای این کار باید کار رو برگردونم و در این پای بلند ردیف قبلی باید کار رو برگردونم. در این پای بلنده که مشاهده می کنید باید یک پای کوتاه بزنم نخ رو میارم بیرون و یک. حالا از این به بعد 5 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 و 5. 5 تا زنجیره میزنم. باز میرم به پایه بلند بعدی، اینجا وصل میکنم. خب دوباره 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 و 5 و دوباره وصل میکنم به این قسمت با یک پای کوتاه. حالا 5 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 و یک پای کوتاه. و بست میزنم به اولین زنجیرم. و خارج. خب با این کار ما اومدیم پشت کارمون فضایی ایجاد کردیم که باز بتونیم داخلش گل برگ بزنیم. ببینید برای یک ردیف دیگه ایجاد کردیم که بتونیم داخل اینا گل برگ بزنیم. خب برای بافت ردیف دیگه گل برگ ها اول زنجیره میزنیم، بعد یک داخل این جای خالی یک پای ساده میزنم. پای ساده و 5 تا پای بلند.1 2 3 4 یک پای ساده میزنم.
و داخل جای خالی بعدی یک بست میزنم، نخ رو میارم و میارم بیرون. حالا یک پای ساده، پنج تا پای بلند، دوباره یک پایه ساده و داخل جای خالی بعدی یک بست میزنم. این کار رو برای تمام جا خالی های دیگه ادامه میدم. خب من تمام گلبرگ های این ردیف رو بافتم، حالا یه بست میزنم به اولین کوک این دور. خب گل ما آماده شد. Thank you.
برای بافت این برگ زیبا ما نیاز داریم که 10 تا زنجیره بزنیم. یک گره ایجاد میکنم، ده تا زنجیره میزنم، از زنجیره دوم شروع میکنم به پای کوتاه زدن، ولی به این فرم خاص. ببینید قلاب رو رد میکنم، نخ رو میارم بیرون، تا همینجا کافیه، ولی این نخ رو باید مقداری بکشم به این صورت. خب برای زنجیره بعدی اجازه بدید من یک علامت تو کوک اول بذارم. مقدار میکشمش برای زنجیره بعدی. دوباره تا همینجا اینو میکشم. به همین صورت. ما با این قسمت میخواییم پهنای برگمون رو درست کنیم. بنابراین هر چقدر اینو بیشتر بکشید برگتون پهن‌تر میشه. حالا کار انجام بده متوجه میشید. به این صورت داریم کوکا رو. حالا اینو دوتا دوتا از قلاب خارج میکنیم. نخ رو میندازم پشت قلاب و دوتا رو خارج میکنیم. دوباره نخ رو میندازم پشت قلاب، دوتا رو خارج. یک سمت کار رو بافتم، میام سمت دیگه کار رو بافم. برای این کار یک زنجیره میزنم و میام سمت دیگه کار. خب به همون شکل ادامه میدم. الان دو طرف رو بافتیم، میخوام این سمت و این سمت رو به هم وصل کنیم.
نشانم رو خارج میکنم. داخل این قسمتی که نشان بود نخ رو میارم بیرون، یک پای کوتاه میزنم. خب این شد برگ ما. نخ قلاب بافی بافتم که به این سایز در اومده. با همین پترن، همین نقشه، این گل رو با نخ اکریل باف بافتم و قلاب شماره 2 که به این سایز در اومده، دقیقا همین نقشه رو.